سلام دوستان به کانال داش میتسمی خیلی خوش اومدین تو این ویدیو میخوایم با هم دیگه یه سری صفت های مهم و کاربردی یاد بگیریم و البته یک دونه اسمم توشون هست آخرین کلمه اون اسمه ولی بیشتر کلماتی که اینجا یاد میگیریم صفت هستن همراه با مثال پس با من همراه باشید صفت اولمون هستش موسیقی Müßig. Müßig, Jani, äh, Bihude. Masalan, es ist müßig, sich über vergangene Fehler zu ärgern, da sie nicht mehr rückgängig gemacht werden können. Es ist müßig, sich über vergangene Fehler zu ärgern. Jani, ähm, in Bihude hast, hollo, -bi hast. عصبانی شدن در مورد اشتباهات گذشته، اشتباهاتی که در گذشته انجام شده. اسیست می‌سیخ، سیخ، ابر فگانگنه، فیلا، تزرگان. این بیهوده هست که در مورد اشتباهات گذشته عصبانی بشه آدم عصبانی شدن در مورد اشتباهات گذشته. حالا چرا؟ da sie nicht mehr rückgängig gemacht werden können. Etwas rückgängig machen, یعنی این که جبران کردن چیزی در واقع چیزی رو برگردوندن به عقب چیزی رو برگردوندن به حالت قبلش خب اینجا بخوایم به فارسی درست معنیش کنیم به معنی جبران کردنه پس چون یعنی که یا اینکه زیرا اونها قابل جبران نیستند. پس چی گفتیم؟ گفتیم عصبانی شدن در مورد اشتباهات گذشته بیهوده است چون که اونها قابل جبران نیستند. Es ist müßig sich über vergangene Fehler zu ärgern, da sie nicht mehr rückgängig gemacht werden können. یا مثال بعدی، statt müßig dazusitzen, könnten wir produktiv an lösungen für das problem arbeiten statt müßig dazusitzen bejoyinke bikar yani bihude beshinim mitunim ruye halhay moskel kar konim das problem moskel lösungen ruye پس شدت موسیقی داتو زیدسن کنتن ویا پودکتیف ان لزونگن فی دست پوبلیم آبیدن. به جای بیکار بشینیم میتونیم روی رای مشکل کار کنیم. رای که برای حل مشکل هستن منظورمونه. صفت بعدیمون هستش هینته هیнтерهلتیج، هیнтерهلتیج یعنی هیلگر گر موزی مثلا که موسی. مثلاً، سه نه هیнтерهلتیجین کامنتاره‌ها، هم می‌سپراین‌، داخل گروه، گزید. زن اینجا شده گزید درباره گذشته اومده پارتیپ دو فیل هست. زن یعنی کشتن بزر. حالا این جمله به چه معنیه؟ یعنی نظرات موزی او، نظرات هیلگر او باعث ایجاد بیعتمادی در درون گروه شدن. اینجا زین گفتم به معنی کاشتن بذر در واقع داره میگه که این میستراون رو این بیعتمادی رو مثل دونه بذر توی گروه کاشت بخوایم اگر مثلا بیلدلیش نگاه کنیم مثل یه دونه نقاشی نگاش کنیم همچی معنیه ولی خب به فارسی بخوایم صحیح معنیش کنیم به معنی اینه که باعث ایجاد بیعتمادی توی گروه شد جملمون چی بود؟ زنه هین تهلتیگن کامنتاغ هابن میستاون یعنی بیعتمادی این حلب در گروپ این یعنی داخله در گروپ این حلب در درون گروه زین کرد گزت یعنی بذر بیاعتمادی رو کاشت درون گروه کامنتا یعنی نظر کامنتاق نظرهای موزی او اوی مذکر زین اوی مذکر مال اوی مذکر صفت بعدیمون هستش زوبستانسیل 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 یعنی Assozi, sortie. Die substanziellen Veränderungen in der Wirtschaft erfordern eine gründliche Überprüfung der Geschäftsstrategie. Die substanziellen Veränderungen in der Wirtschaft erfordern eine gründliche Überprüfung der Geschäftsstrategie. تغییرات اساسی در, اقتصاد مستلزم بازنگری کامل استراتژی کسب و کار هست پس تغییرات اساسی در اقتصاد مستلزم بازنگری کامل استراتژی کسب و کار هست آلمانیش چی بود دی سبستانسیالن فاندرونگن یعنی تغییر تغییرات فاندرونگ مفرد تغییر ف یعنی تغییرات و زوبستانسیل هستن این تغییرات یعنی اساسی هستن دی زوبستانسیل ف تغییرات اساسی این دیا ورچفت در اقتصاد افادن یعنی نیاز دارن مستلزم هستن مستلزم چی؟ این گرندلیه ایبا پروفون در گشفت شتراتگی ایبا پروفون یعنی بررسی یا بازنگری بازنگری چی؟ بازنگری Geschäftsstrategie, der Geschäftsstrategie, in der Genitiv der Überprüfung der Geschäftsstrategie, Strategie, also Strategie, eine Strategie, eine Kaspokor, Geschäftsstrategie. Damit das Projekt erfolgreich abgeschlossen werden kann, sind substanzielle finanzielle Mittel notwendig. Damit das Projekt erfolgreich abgeschlossen werden kann, sind substanzielle finanzielle Mittel notwendig. Damit Baraye inke und Proje erfolgreich abschließen, abschließen ja yani takmil kardan eci bastan eci, war äh, erfolgreich ja ni muafagiat amis. Pas baraye takmil موفقیت آمیز اون پروژه زند sوبستaنسیل فینaنسیل میتل منابع مالی قابل توجهی مورد نیاز هستند واقع نیاز به منابع مالی قابل توجهی پس برای تکمیل کردن موفقیت آمیز اون پروژه نیاز به منابع مالی قابل توجهی دمید دست پویکت افالق رایخ ابگشلاسن کان، کن زند سبستانسیل فینانسیل میتل نوتوندیخ صفت بعدیمون هستش ابوکسلونگس رایخ ابوکسلونگس رایخ Abwechslungsreich, Janik Gunor Gunor Motenave. Masalan, der Urlaub war abwechslungsreich mit Wanderungen, Strandtagen und kulturellen Erkundungen. Der Urlaub war abwechslungsreich mit Wanderungen, Strandtagen und kulturellen Erkundungen. اولاب میدونید یعنی مسافرت حالا اینجا به معنی مسافرت به معنی تعطیلات هم میتونه باشه مسافرت متنوع بود با پیاده روی روزهای ساحلی و کاوشهای فرهنگی پس چی شد؟ در اولاب و اپوکسلونگس حالا بعد نام دونه دونه آفت میکنیم می کنیم. دونه دونه نام می بریم که که برای چی اینقدر متنوع بود مسافرته Ja, ein Die Abwechslungsreiche, Speisekarte des Restaurants, bietet für jeden Geschmack etwas. Die Abwechslungsreiche, Speisekarte des Restaurants, bietet für jeden Geschmack etwas. In jani Restaurant bere her, beraie her salihe, chizhi, roo, eraihe, Uh, سلیقه اینجا به معنی سلیقه مزهیه برای هر مزاجی در واقع منظورمونه فیدن گشمک برای هر مزاجی در واقع پس دی abwechslungsreiche Speisekarte" منوی غذایی متنوع رستوران دست رستورانس بازم اینجا گنیتیف داریم دی abwechslungsreiche Speisekarte des Restaurants bietet دست jeden بیتت etwas." گشمک اتواس صفت بعدیمون هستش آفلیخ Auffällig. Auffällig, Jani Auffällig. Masalan, ihr auffälliges Verhalten zog die Aufmerksamkeit aller Anwesenden auf sich. Ihr auffälliges Verhalten zog die Aufmerksamkeit aller Anwesenden auf sich. این یعنی رفتار آشکار او در واقع به فهلتنی که آفلیک هست یعنی رفتاری که آفلیک هست به رفتاری میگن که خیلی نمیخوره به اون جمعی که آدم داخلشه مثلا یک کسی که یعنی داد بزنه اون رفتار آفلیکه یا مثلا یه کسی توی جمعی که مثلا قشنگ نیست ملچ ملوچ کردن موقع غذا خوردن یه کسی ملچ مولوچ کنه موقع غذا خوردن به اون رفتار میگن آفلیک رفتاری که خیلی نمیخوره به اون موقعیت و حالا من اینجا بهش میگم رفتار آشکار چون نمیم دقیقا به فارسی چی چجوری میشه اینو گفت میگیم رفتار آشکار او توجه همه هزار را به خود جلب کرد انویزندن افرادی که اونجا حاضر هستند اونا میگن انویزندن die anwesenden, weil ihr auffälliges verhalten zog die aufmerksamkeit aller anwesenden auf sich, alle anwesenden hamme jehosor, Sefate badimon hast es unweigerlich, 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 jani no ja unweigerlich. Mit dem Fortschreiten der Technologie ist es unweigerlich, dass sich auch unsere Arbeitsgewohnheiten ändern werden. Mit dem Fortschreiten der Technologie ist es unweigerlich, dass sich auch unsere Arbeitsgewohnheiten ändern werden. اجتناب ناپذیر است mit dem fortschreiten der تکنولوژی اینجا باز هم ما گنیتیو داریم با پیشرفت تکنولوژی اینجا الان اینو ما در فارسی با اجتناب ناپذیر هست معنی کردیم ولی در واقع بعد از این اساس اون داریم یک چیزی رو میگیم که ناچاره که اتفاق بیفته یعنی هیچ راه دیگری وجود نداره که اتفاق بیفته و چه چیزی ناچارن اتفاق میفته اینکه عادات کاری ما هم تغییر میکنن دیگه دوباره آلمانیشو براتون میخونم mit dem fortschreiten der technologie ist es unweigerlich dass sich auch unsere arbeitsgewohnheiten ändern werden. Ja, Masalan, die Entscheidung, das Projekt zu verschieben, erscheint unweigerlich. Die Entscheidung, das Projekt zu verschieben, erscheint unweigerlich. Yani, tasmime, tasmime tavire un proje, ectenom no pazire. Yani, dar nacharan no un proje bayad be tavir Mit begim die entscheidung das projekt zu verschieben erscheint unweigerlich angesichts der aktuellen umstände angesichts der aktuellen umstände angesichts der aktuellen umstände شرایط فعلی پس تصمیم به تعویق اون پروژه با توجه به شرایط فعلی اجتناب ناپذیر به نظر میرسه اشاینن به نظر رسیدن دی Entscheidung دس پرویکت zu فرشیبن erscheint unweigerlich angesichts der aktuellen Umstände. امشتنده صفت بعدیمون هستش اون اونگاهایا اونگاهایا میتونه اسمم باشه به معنی یک غول یک غول خیلی ترسناک و بد قیافه و اینجوری ترسناک اونگاهایا ولی اینجا صفت اونگاهایا به معنی یه چیز هیولایی یه چیز فوقلاده یه چیز خیلی زیاد نه؟ براتون مثال میزنم Der Berg bot einen ungeheuren Anblick, als die Sonne darüber aufging. Der Berg bot einen ungeheuren Anblick, als die Sonne darüber aufging. Und Ku Bud, in ungeheuer ja mit tun hatta مثلا beunwan ungeheuerlich biat ungeheuerlich wasam in ungeheuerlich es ham un ungeheuer ja miat weil خب yek sifat digari ist die meinisch wali hamune die aufgabe mag auf den ersten blick ungeheuerlich erscheinen aber mit teamarbeit ist sie zu bewältigen die aufgabe mag auf den ersten Blick ungeheuerlich erscheinen, aber mit Teamarbeit ist sie zu bewältigen. یعنی اون وظیفه یا اون کار ممکنه که در ابتدا دلهور آور به نظر برسه. اما با کار گروهی میشه اون رو انجام داد. پس اون وظیفه یا اون کار، میتونه در ابتدا مثل یه حیولا به نظر برسه یه چیزی که غیر قابل شدنی باشه ولی با کار گروهی میشه اون رو انجام داد میشه به انجام برسه با کار گروهی گفتیم چی؟ دی آفگابه مگ آف دین ارستن بلیک اونگه های aber اشاینن ابا ist تیم zu bewältigen. Dilemma Dilemma. Das Dilemma zwischen beruflichem Fortschritt und persönlichem Glück ist für viele Menschen eine echte Herausforderung. Das Dilemma zwischen beruflichem Fortschritt und und persönliches glück ist für viele menschen eine echte herausforderung یعنی موزل بین پیشرفت حرفه‌ای و خوشبختی شخصی یک چالش واقعی برای بسیاری از آدمها برای بسیاری از آدمها هستش یک مخمسه یک دوراهی بین پیشرفت حرفه ای و خوشبختی شخصی در واقع خوشبختی شخصی افراد آدمها ها گفتیم دست دیلما zwischen beruflichem fortschritt und persönlichem glück پیشرفت حرفه ای به اینجا داتیو داریم چون که بعد از سویشن اومد و اینجا میدونید سویشن میتونه هم با داتیف بیاد هم میتونه با اکوزاتیف بیاد اینجا ما جملهمون نقل مکان نداره برای همین داتیف اومده مابین پیشرفت حرفه اون پزون لیکم گلک و خوشبختی شخصی است فیل منشن هست برای خیلی آدم ها این اخت یک چالش واقعی و دیلما هم که بود Mach -ma das ethische Dilemma zwang sie dazu, eine schwierige Entscheidung zu treffen. Das ethische Dilemma. Das ethische Dilemma janim, und sie dazu. und musale -ma achie zwang sie dazu. Uro مجبور کرد مجبور کرد به چه کاری eine schwierige Entscheidung zu treffen او مجبور کرد به تصمیم گیری به یک تصمیم گیری دشوار مجبور کرد به اینکه یک تصمیم سخت رو بگیره پس چی گفتیم گفتیم das ethische Dilemma zwang sie dazu eine schwierige Entscheidung zu treffen دوستان اینها بودن کلماتی که تو این ویدیو میخواستیم یاد بگیریم که دیدین اکثرا صفت بودن صفت های خیلی کاربردی هستن و آخریش هم که یک دونه اسم بود امیدوارم که این کلمات به دردتون بخورن مرسی که تا آخر ویدیو با من همراه بودین امیدوارم که موفق باشین مثل همیشه و تا ویدیو بعدی خدا نگهدارتون باشه